وقت شما بخیر. کامیلیا پور کتابی هستم، همراه شما با اقتصاد و بازار امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه. روند رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر تشدید شده و در حالی که بر اساس آمارهای رسمی قیمت مسکن در تهران در 4 سال اخیر بیش از 6.5 برابر شده، بانک مرکزی اعلام کرد قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه رکوردی تاریخی ثبت کرد و میانگین قیمت هر متر آپارتمان از 36,300,000 تومان عبور کرده. بر اساس این گزارش قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در اردیبهشت سال جاری بیش از 6% نسبت به ماه قبل افزایش داشته. بانک مرکزی رشد سالانه نرخ اجاره بها در تهران را هم در اردیبهشت ماه 46% و در کل مناطق شهر ایران 50.6% اعلام کرده. روز گذشته ابراهیم رئیسی در واکنش به افزایش شدید اجاره بها در هفته‌های اخیر گفت دولت نباید اجازه دهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند. اما طرح‌های دولت برای ساخت مسکن طی این سال‌ها با مشکلات زیادی مواجه بود و امروز هم مالکین مسکن مهر پردیس در اعتراض به عدم تحویل واحدها پس از 11 سال در برابر وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. افزایش شدید اجاره بهای مسکن در سال جاری هم اعتراض بسیاری از اقشار مردم را در پی داشته. بنده بازنشسته ارتش هستم و مستأجر. از بیکفایتی مسئولین تراز اول کشور بنده بعد از 30 سال خدمت همچنان مستأجر هستم و از بیکفایتی اونها امسال اجاره بهای مسکن 200% افزایش قیمت پیدا کرد و هیچ مسببه‌ای هم هیچ جا رعایت نمی‌کنن و اصلا توجه به این موضوع ندارن. حالا سوال من اینه، با 10% افزایش حقوقی که دولت برای ما لحاظ کرد الان ما چجوری میتونیم این مشکلمون رو حل بکنیم؟ آرش حسنی ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هستن، راجع به این موضوع با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنی، این گزارش بانک مرکزی در مورد مسکن تهران در اردیبهشت ماه چه جزئیات بیشتری داره؟ خب، گذر میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از 36,300,000 تومان رکورد جدیدیه که در این بازار در اردیبهشت ماه ثبت شده. اما از این رکورد مهمتر بررسی روند تغییرات ماهانه قیمت‌ها در این بازاره. در اردیبهشت ماه رشد ماهانه میانگین قیمت‌ها 6.1% بوده که این رقم زمانی مهم هست که ما بدونیم میانگین افزایش ماهانه قیمت در سال 1400 1.2% بوده، در واقع 5 برابر شده و به جز اسفند ماه پارسال که یک قله تقریبا یکسان 6.2% رو تجربه کردیم، در بقیه ماه ها افزایش ماهانه قیمت مسکن یا اندک بوده یا اینکه حتی در ماهای منفی هم بوده. روزنامه دنیای اقتصاد این وضعیت رو غلبه نیروی خارج از بازار مسکن بر انتظارات کاهشی درون بازار توصیف کرده و اون رو به نقل از فعالان این بازار به رشد تند نرخ دلار در ماه گذشته نسبت داده. تحول مهم دیگری که در بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه رقم خورده و در این گزارش قابل توجه است، افزایش قابل توجه داد و ستد هاست. داد و ستد ها در این ماه به تیر ماه سال 99 برگشته و بعد از 22 ماه دوباره 5 رقمی شده. 10,490 فقره داد و ستد واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال در تهران ثبت شده که نسبت به ماه قبلش یعنی فروردین ماه رشد 206% داشته و نسبت به اردیبهشت ماه پارسال افزایش 166% داشته. از مشاهدات این آمار و ارقام میشه به این جنبندی برسیم که در واقع انتظارات تورمی ایجاد شده در بیرون از بازار مسکن این زن رو تقویت کرده که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه در ماه‌های آتی و تقاضاهای غیر مصرف فی با اهداف حالا یا سرمایه گذاری یا سفته بازی و نوسانگیری به بازار مسکن برگشته. شاید تغییر قابل توجه دیگری رو که بشه در این گزارش بهش اشاره کرد، در گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه، تغییر ذائقه خریدارانه، به طوری که تمایل به خرید واحدهای مسکونی بالای 20 سال ساخت افزایش قابل توجهی پیدا کرده. سهم واحدهای مسکونی بالای 20 سال ساخت تو اردیبهشت ماه امسال از کل داد و ستدها 13% که در اردیبهشت ماه پارسال 13% در اردیبهشت ماه پارسال
بودی که امسال به 20% افزایش پیدا کرده. احتمالاً کاهش سرمایه گذاری یا کاهش صدور پروانه های واحدهای مسکونی برای ساخت جدید یا افزایش قیمت و بالا بودن قیمت نوسازها عامل و دلیل اصلی این تغییر ذائقه در بازار مسکن هست. آقای حسنی، از طرف این روزها شاهد افزایش فشار اجاره بها بر معیشت خانوارها هستیم. چقدر فهم کنین طرح‌های دولتی در حوزه مسکن تونسته مشکلات رو کمتر کنه و کمک کنه به این قضیه؟ خب در همین گزارش تصحیح شده که بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه ماه مشابه پارسال 46% و در کل مناطق شهری ایران 50.6% افزایش پیدا کرده. رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری هم در تهران 1.9% بوده و در کل مناطق شهری ایران 2% ثبت شده. این رشد اجاره ها هم در سطح سالانه و هم در سطح ماهانه بالاتر از هم اسفند ماه هست هم فروردین ماه. به این ترتیب مشخص میشه که افزایش اجاره بها یک روند مداومی رو در ماهای اخیر تجربه کرده که البته با بررسی بلند مدت دوره های تغییرات قیمت مسکن و اجاره بها این فرضیه باز هم ثابت میشه که پس از یک دوره افزایش قیمت مسکن با تأخیری چند ماهه این افزایش ها به حوزه اجاره بها کشیده میشه و در واقع اجاره بها نسبتی از قیمت مسکن هست که به طور غیر متعارفی هم افزایش پیدا کرده این نسبت. ضمن اینکه خب تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره، تورم 40% و همینطور انتظارات تورمی آتی برای دارندگان این خانه ها به معنای این هست که باید اجاره هاشون رو افزایش بدن تا بتونن خودشون رو در برابر این موج تورمی در واقع حمایتی از برای خودشون درست بکنن. همین اعداد ارقام نشون میده که برنامه‌های دولت و همینطور برنامه‌هایی که در مجلس مورد نظر نمایندگان هست هیچ کدام منجر به کنترل اجاره بها نشده. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون که همراه من بودین در این بخش. و در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی این بازارها از لینکلن با من هستن. آقای چاوشی، امروز در بازار ارز نوسان قیمت‌ها کمتر بوده، دلار تقریبا در همون سطح دیروز هم تا که می‌بینیم باقی مونده. همینطوره، البته اول وقت دلار یک کمی رشد کرد اما بعد در ادامه روز برگشت به همون محدوده 31900. آخرین قیمتش هم همین هول و هوش بود. هرچند کلا بازار یه مقدار گیجه به اصطلاح، ضمن اینکه قیمت مطمئن رو درست پیدا کردن هم خیلی سخت شده هم تو بازار ارز و هم به خصوص تو بازار سکه و طلا. اما به هر حال امروز قیمت دلار حدود 50 تومان ارزون شده، یورو هم یه کمی بیشتر افت داشته هرچند کماکان بالای 34000 تومانه، حواله درهم برعکس یه کمی رشد داشته در حد 30 تومان. قیمت‌های دولتی رو هم امروز می‌بینیم که رشد داشتن. صرافی ملی تقریبا 200 تومان گران کرده دلارش رو. باید ببینیم که آیا میخوان فاصله‌اش رو با بازار آزاد کم کنن یا نه، چون اگه این کار نکنن عملاً یه دلار 4200 دیگه داره خلق میشه، به خصوص فاصله بازار آزاد با سامانه نیما تقریباً 30% شده. توی اخبار سیاسی مرتبط با بازار ارز این موضوع قطع چند تا از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو تأسیسات هسته‌ای ایران رو امروز داشتیم که توجهات رو به خودش جلب کرد. این مسئله و کلاً واکنش ایران به قطعنامه آژانس الان موضوع اصلی مورد توجه بازار ارزه. به بازار رمزارزها بپردازیم. من می‌دیدم که خبری بود در مورد سختگیری‌هایی که قرار انجام بشه در ایران، سختگیری‌های بیشتر برای استخراج رمزارزها. اگر جزئیاتی دارین از این خبر بگید برام. بله، یکی از مقامات شرکت توانیر صحبت این کرده، گفته الان میدونید به خاطر فصل گرما باز مشکل کم بوده، برق و قطعیه برق اوج گرفته. ظاهرا پیشنهاد شده که با هدف بازدارندگی از مصرف زیاد برق، گفته شده که هم جرایم استخراج غیر مجاز رمزارزها رو برای بار اول 3 تا 5 برابر میخوان افزایش بدن، هم برای بار دوم بعد میخوان مجازات حبس در نظر بگیرن اگه کسی همچنان ماینینگ رو ادامه داد. البته خب میدونید دیگه، همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده بود که اصلا سهم مهمی نداره استخراج رمزارزها توی معضل کم بوده برق ما. اما به بازار اگه برسیم، باز امروز بازار رو به بالا بود، بین 10 تا رمزارز مهم اغلبشون رشد داشتن، هرچند میزان افزایش‌ها متفاوته. کاردانو امروز هم باز پیشتاز بود با 9%، از اون طرف بعضی‌ها بدون تغییر هم بودن.
روند قیمت بیت کوین نشون میده که تا بالای 31000 دلار هم رفته باز، ولی بعد برگشت تو محدوده 30000 دلاری. آخرین قیمتش هم توی محدوده 30000 دلار بود. اتریوم هم در مجموع صعودی بود، از 1700 دلار یکم فاصله گرفت تا محدوده 1800 دلار رفت. در بازار طلا و سکه هم قیمت‌ها کمی رشد داشتن امروز. بله، اینجا هم کم و بیش رشد قیمت‌ها رو می‌بینیم، هرچند همونطور که اشاره کردم با توجه به امنیتی شدن بازار سخته که مطمئن باشیم قیمت‌ها چقدر دقیقه، اما به هر حال سکه 70000 تومان گرون شده، نیم سکه هم 50000 تومان، مزنه و طلای گرمی هم هر کدوم حدود 0.6% رشد داشتن. بپردازیم به وضعیت بورس و سهام. نقشه بازار نشون میده که امروز رنگ سبز نسبت به قرمز همونطور که مشخصه بیشتر هست. درسته، امروز بالاخره بازار یک کمی مثبت شد، ولی همچنان از رونق در معاملات خبری نیست. شاخص کل 0.3%، شاخص هموزن 0.6% رشد کردن امروز. تقریبا 60% شرکت هم تو مجموع بورس و فرابورس مثبت بودن، منتها تو مقیاس هفتگی هر دو تا شاخص اصلی بازار کماکان منفی باقی موندن. این سومین هفته پیاپی حساب میشه که بورس منفی میخوره. در حاشیه بازار اشاره کنم که امروز ماجرای تعلیق فروش خودرو توی بورس کالا واکنش برانگیز شده بود که وزارت صمت دقیقه 90 متوقفش کرد. گفته میشد که چند هزار نفر کد جدید گرفته بودن که امروز از بورس کالا بتونن اقدام کنن برای خرید حدود 400 تا ماشینی که قرار بود انجام بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. پولشون هم ظاهرا فعلا بلوکه شده. امروز ارزش معاملات خرد بازم کم شد، یه رکورد کاهشی دیگر رو ثبت کرد و خروج پول حقیقی هم برای هشتمین روز کاری پیاپی ادامه پیدا کرده. ممنونم در این بخش منو همراهی کردین. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن. و ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.